سراغ سارا خانم عزیز، گزارش تکمیلی سارا خانم رو هم در این زمینه گوش بکنیم و نگاه بیطرفی. ما به مسائل منطقه به نظرم خیلی کمک میکنه که نگاه بیطرف، اشارم به جمع‌آوری مجموعه اطلاعات درست از طریق رسانه‌های معتبر در مورد مسائل منطقه. شاید اون وقت بتونیم تصویر درستری داشته باشیم یا کاملتری از اون چیزی که داره اطراف ما میگذره و اون چیزی که مملکت و میهن و آینده ایران رو در خطر جدی قرار میده و ما باید هوشمندانه این حرکت ها رو هم ثبت و ضبط بکنیم، همین که در فکر چاره جویی باشیم. اینقدر هم نق نزنیم به سر خودمون و به سر زندگی و روزگار. آقا مشکل در ماست، ما مشکل در ماست. ما آدم هایی هستیم که در فنجان طوفان ایجاد میکنیم و تصور میکنیم تمام دنیا طوفانی شده و در حالی که واقعا اینجوری نیست. یک کمی نگاه دقیقتر و بهتر میتونه ما رو یاری بده و حل مشکل. سارا خانم درود بر شما. درود بر شما جناب آقای میبودی، درود به شنوندگان و بینندگان بسیار محترمتون. حال شما خوبه؟ سپاسگزارم. قربان شما سارا خانم عزیز. خب شما نگاه کردید به کدام رج؟ خواهش میکنم اعلام بفرمایید. خلاصه ای از مطالب منتشر شده در نشنال اینترست و امریکن اینترست انتخاب امروزه. منافع ملی و منافع ایالات متحده آمریکا. گوش میکنیم. در 18 جولای ساعتی پس از ترور چند مقام ارشد امنیتی بشار در دمشق، در یک عملیات تروریستی در بلغارستان، اتوبوسی حامل توریست های اسرائیل منفجر شد که 5 کشته و تعداد کثیری مجروح داشت. دولت اسرائیل، جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان رو عاملین عملیات بلغارستان معرفی کرد و اون رو همزمان با 18مین سالگرد بمبگذاری مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس و 6مین سالگرد جنگ لبنان عنوان کرد. این وقایع بیان کننده عوارض سردرگمی جمهوری اسلامی که از راه بست‌های بین المللی در رنج بسیاره بوده. سوریه تحت حکومت اسدها از وفادارترین و شریک جمهوری اسلامی در متحد کردن حزب الله لبنان و گروه حماس و جهاد اسلامی است. سلطه‌گری حزب الله در لبنان بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی در صدور انقلاب 79 بوده. سقوط اسد بزرگترین شکست مفتزهانه برای جمهوری اسلامی با چشم‌انداز رو به افزایش حمله اسرائیل و یا امریکا به تأسیسات هسته‌ای رژیم تهران. ریزش تدریجی و افول رژیم دمشق علی خامنه ای را مجبور به واکنش می‌کند. عملیات تروریستی بلغارستان اولین و آخرین عملیات تروریستی رژیم اسلامی نبوده و نخواهد. از اوایل 2012 طرح و عملیات تروریستی در چندین پایتخت جهان به مرحله اجرا گذارده شده و احتمالاً در آینده ما شاهد عملیات تروریستی بیشتر و با دقت و ضریب تکنیکی بالاتر خواهیم بود. با توجه به محدودیت‌های نسبی نیروهای نظامی متعارف جمهوری اسلامی، رژیم در بالا بردن قابلیت‌های غیر متعارف و فراتر از مرزهای ایران سرمایه‌گذاری بسیار سنگین کرده که شامل سپاه، وزارت اطلاعات و امنیت، مامورین و دیپلمات‌های وزارت خارجه. تمام این نهادها زیر چتر دو نهاد دیگر به نام شورای عالی امنیت ملی و شورای عملیات ویژه عمل می‌کنند. نیروی محرک و محور اصلی تمام این عملیات ویژه در خارج از کشور، واحد مخفی درون سپاه به نام سپاه قدس است. گرچه وظیفه و هدف تعیین شده برای سپاه قدس صدور انقلاب اسلامی است، اما در کنار به اصطلاح صدور انقلاب، تقویت و سامان دادن جنبش‌های شبه نظامی، ایجاد شبکه‌های بازدارنده و تلافی جویانه، بی‌ثبات کردن رژیم‌های غیر دوست از فعالیت‌های برون مرزی سپاه قدس است. به نقل از گزارش 2010 وزارت دفاع آمریکا، سپاه قدس برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارای ابزار نظامی، سیاسی و قدرت اقتصادی است. سپاه قدس مکمل دکترین دفاعی جمهوری
اسلامی‌ست که طی 3 دهه متهم به طراحی و حمایت از عملیات تروریستی بر علیه اسرائیل و امریکاست و به طور ابزاری از حزب الله لبنان استفاده می‌کند. در این مقاله به قاسم سلیمانی و نقش کلیدی او در سرکوب مردم کردستان، بلوچستان و جنگ‌های داخلی افغانستان و در عراق به تفصیل پرداخته شده و سپاه قدس را حامی تروریسم، هماهنگ کننده رابطه جمهوری اسلامی با حماس، حزب الله و پشتیبانی مالی از گروه‌های تروریست اسلامی، آموزش، مجهز کردن و ایجاد شبکه‌های تروریستی معرفی می‌کند. در این گزارش‌ها آمده از لحظه به قدرت رسیدن آیت الله‌ها در ایران، تروریسم به ابزار سیاست خارجی جمهوری اسلامی تبدیل شده و با برشمردن عملیات در این 3 دهه، کمک به حملات 11 سپتامبر و کمک به ادامه حیات القاعده تاکید دارد. به نقل از امریکن اینترست، اخیراً مقامات جمهوری اسلامی اظهار کردند. نقل قول: ما به دوستانمان ترکیه، عربستان و قطر هشدار می‌دهیم ممکن است خود قربانیان بعدی گروه‌های تروریستی القاعده باشند. پایان نقل قول. جمهوری اسلامی به خوبی می‌داند که نفوذ و اقتدار منطقه‌شان در گروه حکومت بشار اسد و شدیداً در تلاشند تا آسیب پذیری و بحران سوریه کنترل کنند و هر آنچه در توان دارند برای حفظ بشار اسد به کار گیرند. تهران و آنکارا یکدیگر را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند و زمینه برخوردهای لفظی و احتمالاً اقدامات عملی بر علیه یکدیگر وجود دارد. ترکیه که از حمایت تمام دولت‌های منطقه برخوردار است، با انگیزه برتر و مصمم به مقابله با تروریسم است و به عنوان قدرت جدید منطقه در صحنه نقش تعیین کننده ایفا می‌کند. به باور بسیاری از مقامات ارشد رژیم، حفظ و حراست از پایه‌های نفوذ در منطقه برای جمهوری اسلامی در حکم مرگ و زندگی است. با سقوط اسد، لبنان هم از مدار تهران خارج می‌شود و تعادل قدرت در عراق به ضرر نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی تغییر می‌کند. انزوای کامل، راهبست‌ها و دشمنان داخل و خارج و ریزش متحدینش در منطقه چشمنداز رژیم اسلامی را بسی تیره و تار ترسیم می کند و با چنین دورنمایی ممکن است درگیری با ترکیه را برگزیند. آنکارا نمی تواند اجازه بدهد کردستان سوریه به پایگاهی بر علیه ترکیه تبدیل شود. حکومت شیعه عراق به خوبی و باید نگران به قدرت رسیدن سنی ها در دمشق باشد و احتمالاً جنگ داخلی در لبنان. و پایان می دهم و بسیار جای تعجب خواهد بود به نظر امریکن اینترست اگر شاهد کشتار و بحران های بیش از بیش در منطقه نباشیم. خیلی تشکر می کنم. خیلی سپاسگزارم. یه موقعی در دوران جنگ سرد همیهنانم خب جناها و طیف‌هایی رو در روی هم در مصاف بودن، نیروهایی که از غرب الهام می‌گرفتن و نیروهایی که از کشورهای کمونیستی. اینها در جهان سوم سرگرم جنگ و گریز با یکدیگر بودن. تکلیف روشن بود. گروهی که می‌خواستن زندگی شبیه غربی‌ها داشته باشن، یک دموکراسی، حتی یک دموکراسی نیم بند شبیه اون چیزی که در غرب هست، و گروهایی که سعی می‌کردن نفوذ اتحاد شوروی رو در کشور خودشون گسترش بدن و نظامی رو بر سر کار بیارن که خب این کشور هم تبدیل به یکی از اقمار روسیه بشه. امروز اما قضیه فرق کرد. فکر کنید امروز جناهایی در برابر هم ایستادن که یکیشو عربستان سعودی حمایت میکنه، یکیشو روسا ولادیمیر پوتین حمایت میکنه، یا جمهوری اسلامی حمایت میکنه، یا آقای مالکی نخست وزیر عراق، یا دولت اسلامگرای ترکیه. ببینید چقدر قضیه بغرند شده. به این میگن عقب‌گرد تاریخی؟ به این میگن عقب‌گرد تاریخی؟ یه بار دیگه اجازه بدید این توصیه رو به تمام دوستانی بکنم، تمام هواداران تزار امروز واقعا سفارایی کنند در برابر جوخه‌ای که ایستاده و میخواد خانواده تزار رو اعدام بکنه. نمیتونن جلوی این حادثه تاریخی برمیگرده به 1917 گذشته به گذشته تعلق داره.
آقا یه کمی از این پیچ 28 مرداد بپیچید از این طرف، بیاید سر خیابون سوار اتوبوس بشید و توی ایستگاه امروز پیاده بشید. قرار ما به طرف آینده بریم، قرار نیست به طرف گذشته حرکت بکنیم. اما قطار میرفت بی وقفه از ایستگاه امروز رو به دیروز. برمیگردیم منزل بعد، دیدار با یک تاریخ نگار، یک روشنفکر برجسته، آقای دکتر علی مینفتروس، همیهنانم، آسیب شناسی اندیشه و تفکر سیاسی در ایران معاصر، برای رسیدن به چی؟ به یک تاریخ ملی، یا اینکه ملی کردن تاریخ. ملی کردن تاریخ، متاسفانه تمام نگاه ما به تاریخ نگاه بلا واسطه نبوده، نگاهی با واسطه بوده. این واسطه چی بوده؟ چی بوده؟ عینکی از ایدئولوژی، عینکی از مرام، عینکی از وابستگی، وابستگی به قدرت‌های غیر، نگاه دستگاه اطلاعاتی بوده به چی؟ به اون چی که در مملکت میهن ما گذشته. انگاری تمام وقایع بعد مجموعه آدم‌های خیانتکار و سیاستمداران خیانتکار در ایران متمرکز بودن و بقیه دنیا منزه و بری از این آسیب‌ها. تا لحظاتی دیگر.